برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. بقایای پیکر 31 قربانی داعش در یک گور دست جمعی در تلعفر استان نینوا کشف و به پزشکی قانونی منتقل شد. این گور در حین حفاری برای ساخت مدرسه کشف شد. مدیر بیمارستان دولتی تلعفر اعلام کرد که از خانواده ها نمونه خون برای بررسی اخذ شده است. دادگاه کیفری تجدید نظر تروریسم تصمیم گرفت رسیدگی به اتهامات متهم پرونده شهادت شیخ حسن محمد شهاته را به جلسه آینده در 10 نوامبر موکول کند. شیخ شهاته و 3 از پیروانش در جوان 2013 توسط گروهی از سنی‌های تندرو در روستای زاویه ابو مسلم به شهادت رسیدند. در تصادف کامیون با خودروی سرویس دانش آموزان در کرج 3 از جمله 2 دانش آموز جان باختند و 3 دیگر مصدوم شدند. رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی البرز اعلام کرد علت حادثه نقص فنی در ترمز کامیون کمپرسی بوده است. سرنشینان خودروی تاکسی پراید دانش آموز بودند. فرماندهی عملیات مشترک عراق از کشته شدن 4 تروریست وابسته به داعش در حمله هوایی جنگنده های F-16 در منطقه کرکوک خبر داد. این عملیات توسط خلبانان عراقی انجام شد و هدف آن گروه های سنی تندروی داعش بود. صبح چهارشنبه پالایشگاه پارس پترو شوشتر دچار آتش سوزی شد که 1 کشته و 4 مصدوم به همراه داشت. اطلاعات اولیه حاکی از برخورد تانکر با یکی از مخازن بنزین در این پالایشگاه است.